خانواده ها منو مثل یکی از افرادشون میدونن، مثل یه خواهر یا دخترشون. ندیدن تا حالا یه خواننده یا بازیگر سکسی باشم. دربارم تعصب نشون میدن. وقتی بار اول عروسی کردم انگار یکی از دختراشون رفته خونه بخت. هیچ وقت جلف نبودم. مردمو دوست داشتم، اونا هم همینطور منو دوست داشتن. مردم نمیتونن بپذیرن من سکسی باشم، خودم هم اصلا خوشم نمیاد. اینها حرفهای هنرمندی است که دهه هاست تو دل مردم ایران جا داره. مردم بچگی تا سنین بالاش رو دیدن و باهاش همراه بودن، خاطره داشتن و دوستش داشتن و دارن و تو بشنو خواهند داشت. یک خواننده، بازیگر، مجری و در واقع یک آرتیست به تمام معنا، خانم گوگوش. ما در این قسمت از سینما مورخ و به بهانه 15 اردیبهشت ماه، سال روز میلاد ستاره محبوب هنر ایران زمین، از او سخن خواهیم گفت. از بانو گوگوش سخن خواهیم گفت، البته نه از خوانندگی شاه ماهی موسیقی ایران، که از کارنامه سینمایی او سخن خواهیم گفت. بخشی از استعداد این بانوی هنرمند که عمدتاً زیر سایه خوانندگی او قرار گرفته و کمتر شاید دربارش صحبت شده. خانم گوگوش ورای صدا و سبک جادویی در ترانه خوانی یک بازیگر بی‌نظیر هم هست به معنای واقعی، و بازیگری او کم از خوانندگیش ندارد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، کتاب راهنمای فیلم سینمای ایران نوشته سید حسن حسینی. دوم، مجله فیلم. سوم، مجله ستاره سینما. و چهارم، مستندات نوشتاری و تصویری که درباره خانم گوگوش در تمام این سالها ساخته شده و از رسانه‌های مختلف و البته معتبر پخش شده. حالا بریم در دل داستان. خب اجازه بدید همین ابتدا عرض کنم که نگاه ما به کارنامه سینمایی خانم گوگوش با توجه به کمبود زمانی که داریم با تکیه بر چند فیلم مهم ایشون خواهد بود. چرا این رو عرض میکنم؟ ایشون در کارنامه سینماییشون 28 فیلم تمام شده دارند و پخش شده و یکی دو تا فیلم نیمه تمام، و طبعا صحبت در رابطه با تمام این فیلم ها به صورت مفصل در یکی دو قسمت هم حتی نخواهد گنجید. به همین واسطه بنای ما بر این خواهد بود که به عناوین مهم بیشتر بپردازیم. یه مطلب دیگرم عرض کنم، بعضی منابع تولد خانم گوگوش رو 18 بهمن ماه میدونن که با توجه به تایید شخص ایشون و در واقع نوشته‌ای که در سایت خود ایشون هم وجود داره، ایشون تایید کردن 15 اردیبهشت ماه درسته. ما این روز رو مبنا قرار دادیم برای سال روز میلاد شاه ماهی موسیقی و البته سینمای ایران زمین. حالا بریم سراغ داستان. اتاق بالای یک کافه، پدر رفت دستاشو بشوره و عین شستن دست صدای دختر به گوش رسید. دختر کوچک که یکی از ترانه های معروف اون زمان از خانم پوران رو داشت تقلید میکرد. ترانه‌ای که تقریبا هر شب توسط خواننده ها در طبقه پایین در شلوغی کافه روی سن اجرا میشد. ترانه رفتی و نگفتی دور از تو با غمت چه کنم. پدر شستن دست رو طولانی کرد به عمد و دختر ادامه داد خواندن ترانه های دیگر رو، ترانه هایی که هر شب در شلوغی اون پایین اجرا می شد. او از آهنگ خانم پوران وارد آهنگ دلکش شد، ترانه رعنا جان رعنا جان دادم دل براحت. پدر با آینه نگاهی کرد و لبخندی زد و دختر همینطور آهنگ ها رو عوض می کرد و جلو می رفت. او آن شب مصمم شد که این دختر باید رشد کند. این دختر توانمند است. از کی صحبت می کنیم؟ پدر فائق آتشین، صابر آتشین، که خود او در کاباره ها آکروبات اجرا می کرد. از شبی صحبت میکنیم که بعد از اتمام برنامه پدر برای اولین بار اجازه داده بود که فائقه بنشینه و برنامه های کافه و خواننده ها رو تماشا کنه.
این اتفاق بعد از اولین نشستن او روی صندلی یک کاباره افتاد. نتیجه پدر دست ها را شست، خشک کرد، آمد در اتاق کوچک خود و دخترش بالای یک کاباره نشست و در زیر سوسوی یک چراغ تا صبح به شیرین زبانی دختر گوش کرد. فائق آتشین اون شب در کودکی از پوران خوند، از دلکش خوند و از تمام خواننده های معروف اون زمان. او تقلید می کرد تمامی خواننده هایی که در یک شب دیده بود روی سن اجرای کاباره. صابر آتشین پدرش از فردا شب به او اجازه داد که هر شب بیاد بنشینه نگاه کنه و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ اون دختر بچه رفت روی سن، به اذن پدر البته، اجرا کرد. مردم با تعجب توانایی خوندن اون بچه رو نگاه می کردند، تقلید خانش اون رو نگاه می کردند و لذت می بردند. پوران، دلکش و بسیار خواننده های دیگه. نقطه عطف زندگی فائق آتشین گویا همونجا اتفاق افتاد. اونجا شروع راهی بود که تازه ایستگاه میانی اون تبدیل شدن فائق آتشین بود به گوگوش و در ادامه شاه ماهی ایران زمین شد او. گوگوش از همون بچگی روی سن بود، روی سن بزرگ شد. او در کنار پدر برنامه اجرا میکرد و مردم رو میخندوند، ادای خواننده‌های دیگر رو هم در میآورد. در نهایت با اجرا روی سن از خردسالی تا به امروز آشناست این بانوی هنرمند. همین استعداد گوگوش در اجرا روی سن باعث شد 1338 گرجی عبادیا، کارگردان مصری الاصل سینمای فارسی، بیاد از صابر آتشین پدر خانم گوگوش دعوت کنه که خودش و دخترش برن تو دو فیلم جدید این کارگردان بازی کنن. او قصه دو فیلم رو برای صابر تعریف میکنه و صابر هم به عنوان پدر موافقت میکنه. دو فیلمی که تقریبا همزمان ساخته شدن. از کدوم فیلم ها صحبت میکنیم؟ فرشته فراری و بیم و امید. اولش گرجی عبادیای کارگردان گوگوش رو آورده بود که همون کارایی رو بکنه که روی سن انجام میداد در کافه ها و تئاترها. او دیده بود هنرنمایی خانم گوگوش رو. در واقع بنا بود ایشون فقط ادای خواننده های ایرانی و عربی و ترکی و هندی رو در بیاره در فیلم ها. اما زمانی که این کارگردان استعداد عجیب این دخترک 9 ساله رو دید، مدام نقشش رو مخصوصا تو فیلم بیم و امید پررنگتر و پررنگتر کرد. این موضوع سالها تو سینمای فارسی واقعا کمتر دیده میشه. در واقع ما کمتر میبینیم که کارگردانی بیاد ریسک کنه یک بچه 9 ساله رو بهش اعتماد کنه و یک بخش جدی از سناریوی فیلمش رو بذاره رو دوش این بازیگر، یک بازیگر 9 ساله. اما طبعا و مسلما خانم گوگوش متفاوت بود، هست. در نهایت این دو فیلم شد اولین فیلم های خانم گوگوش در سینمای ایران و در کارنامه سینمایی ایشون و حالا او از دل کافه ها بیرون اومده بود و بر روی پرده نقره‌ای حالا می درخشید. بیایم جلوتر و سال 1342 خانم گوگوش در این سال فیلم پرتگاه مخوف و دو سال بعدش هم فیلم شیطون بلا رو بازی کرد که این شیطون بلا ساخته نظام فاطمی بود. فیلم هایی که گوگوش نقش چندانی نداشت توی سناریوشون. اما یک سال بعدش یعنی سال 45 رحیم روشناییان میاد چه میکنه؟ سناریوی یک فیلمی رو مینویسه به نام فیل و فنجون. فیلمی که اصلا انگار برای گوگوش و با نگاه به استعداد او در آواز نوشته شده بود. خانم گوگوش تو این فیلم با همایون کمدین معروف اون زمان هم بازی میشه. از چه زمانی داریم صحبت میکنیم؟ خانم گوگوش در این فیلم 16 سالشه، یه نوجوونه. همه جور آوازی میخونه در این فیلم، مگه میشه؟ مگه داریم؟ حتی کوچه باقی و جاهلی میخونه. امروز البته به این سبک میگن بیات تهران. یه نکته هم اضافه کنم، اون سالها در سینمای ایران اصلا چیزی به نام
نام بدلکارم وجود نداشت دیگه. بازیگرا همه صحنه‌ها رو خودشون بازی می‌کردن. فیلم فیل و فنجون چند تا صحنه داشت که واقعا برای یه نوجوان 16 ساله خطرناک بود، کار ساده‌ای نبود. اما خانم گوگوش هم یک نوجوان 16 ساله معمولی نبود. گویا او در همه چیز توانمند بود و تو بشنو، هست و خواهد بود. فیلم های بعدی گوگوش، حسین کرد به کارگردانی اسماعیل کوشان و گدایان تهران به کارگردانی محمد علی فردین بودند. این فیلم گدایان تهران میشه اولین و البته آخرین تجربه مشترک گوگوش با ستاره سینمای اون سالهای ایران زمین جناب فردین. تو پرانتز عرض کنم ما یک قسمت به جناب فردین پرداختیم در سینما مورخ. پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید و لذت ببرید. بیایم جلوتر. در جستجوی تبهکاران و گنج و رنج فیلم‌های بعدی گوگوش بودند که به ترتیب تو سال‌های 45 و 46 این فیلم‌ها ساخته میشن. تو همین سال 46 بعد نیست اینو اضافه کنیم، گوگوش یه فیلم دیگه بازی کرده به نام چهار خواهر، فیلمی به کارگردانی احمد نجیب زاده. این فیلم چهار خواهر فیلمی است که تو سبک کمدی درام ساخته شد. گوگوش نوجوان کنار یک کودک بازیگر با استعداد دیگه در این فیلم بازی می‌کنه، کسی که بعدها او هم نه به اندازه البته خانم گوگوش اما در حد خود بسیار معروف و محبوب شد. از کی صحبت میکنیم؟ شما بفرمایید. لیلا خانم فروهر. تو ایام نوجوانی و تو دهه 40 خانم گوگوش اغلب تو هر سال چند تا فیلم بازی می‌کرده. فیلم‌هایی که بیشتر از این که بار هنری بالایی داشته باشه انگار یه تمرین بوده بیشتر برای بازیگری ایشون در اون سال‌ها. فیلم‌های تو اشل و مدل فیلم‌های فارسی همون سال‌ها که خب قبلا در سینما مورخ بارها درباره‌اش صحبت کردیم، از اون سال‌های سینمای ایران. حالا این نکته مهم، اون سال‌ها پدر ایشون یعنی صابر آتشین به نوعی مدیر برنامه‌های گوگوش بوده و همه تصمیم‌ها رو ایشون می‌گرفته. قراردادها با او بسته می‌شده و عملاً گوگوش بی هیچ چون و چرایی باید حرف بابا رو گوش می‌کرده. باباش هم بوده دیگه. بیایم جلوتر. در ادامه دروازه تقدیر و ستاره هفت آسمون فیلم‌هایی بودند که گوگوش سال 1347 بازی می‌کنه. تو همین سال بود که گوگوش اولین نقش نسبتاً مهمش رو می‌گیره. فیلمی که کم کم گوگوش رو می‌بره به سمت مستقل شدن، به سمت استقلال. از کدوم فیلم صحبت می‌کنیم؟ عرض میکنم ۱۳۴۷. جلال مقدم میاد سراغ گوگوش، میگه بیا تو فیلم جدید من یعنی سه دیوانه بازی کن. این فیلم اولین فیلم داستانی بود که مقدم در مقام کارگردانیش قرار گرفته بود. سبک فیلمسازی مقدم هم تا حدی متفاوت بود واقعا و توی همین فیلم هم میخواست به نوعی بیاد یه مدل جدیدی از فیلمسازی رو ارائه کنه که چی بشه؟ با باقی فیلمهای تجاری اون سالهای فرقی داشته باشه. نکته جالبش هم اینه که گوگوش انگار تو این فیلم داشت زندگی خودش رو بازی میکرد، انگار یه بخشی از واقعیت خودش رو داشت بازی میکرد. چرا اینو میگم؟ تو فیلم سه دیوانه گوگوش نقش یه دختری رو بازی میکنه به نام پروانه، که چیه حالا داستان پروانه؟ در تقابل با عموش قرار گرفته در فیلم. عموه میخواد قبل از رسیدن پروانه به سن قانونی ثروتشو بالا بکشه. این تیم کمدین سه نفره یعنی گرشا، متوسلانی و سپرنیا میخوام بهش کمک کنم به پروانه که این اتفاق نیفته. حالا برگردیم به زندگی خانم گوگوش، زندگی واقعیش. میتونیم فیلم رو با این مسئله مقایسه کنیم که در اون سالها گوگوش داشت سعی میکرد از زیر سلطه پدر خارج بشه و زندگی مستقل داشته باشه. دقیقاً یه جورایی مثل کاراکتر پروانه تو همین فیلم سه دیوانه. این رو هم بد نیست اضافه کنیم از فیلم سه دیوانه که این فیلم از معدود فیلم هاییست که خانوم گوگوش درش خوانندگی نکرد.
مسیر سینمایی با نور ادامه بدیم. همون سال 1347 گوگوش فرصت این رو پیدا میکنه که با فریدون گله، کارگردان خوبه اون سالها، همکاری داشته باشه. البته چند سال بعدم یکی از سگانه های معروفش رو خانم گوگوش به نام ماه عسل با فریدون گله کار میکنه، بهش خواهیم رسید در ادامه. و یک سال بعد 1348 خانم گوگوش در فیلم گناه زیبایی بازی میکنه و انگار یک بار دیگه داره حدیث نفس خودش رو روایت میکنه، یک بار دیگه داره واقعیت زندگی خودش رو بازی میکنه. گرچه شاید باید بگیم این گروه سازنده فیلم بودن که از سوژه مورد علاقه نشریات عامه پسند اون زمان اومدن استفاده کردن. چرا؟ ماجرای ازدواج گوگوش و محمود قربانی خب خیلی تو نشریات سر و صدا کرده بود و گروه سازنده فیلم اومدن همین ماجرا رو کردن فیلم. اصلا سیروس جراح‌زاده در این فیلم نقش مریم رو میاد میده به خانم گوگوش. یه مثال هم بزنیم از این فیلم که میگم زندگی واقعی خانم گوگوش بود در اون برهه زمانی. یه صحنه‌ای داره این فیلم، مریم به سن قانونی رسیده و با وجود مخالفت پدر میخواد با مرد مورد علاقش ازدواج کنه. این دقیقاً اشاره مستقیم داره به همون روزهای خانم گوگوش که از زیر سایه پدر یعنی صابر آتشی میخواست رهاشه، با محمود قربانی کاباردار معروف ازدواج کنه. ازدواجی که گویا صابر آتشین پدر خانم گوگوش خیلی باش حال نمی کرده دیگه. حقم داشته. بریم سراغ فیلم بعدی، یک فیلم نسبتاً خوب در کارنامه خانم گوگوش، فیلمی به نام طلوع، فیلمی به کارگردانی سلیمان و هراند میناسیان. این برادران میناسیان که قبلاً سابقه همکاری با ابراهیم گلستان بزرگ رو هم داشتن، اینجا یه جوری سناریو رو نوشته بودن که جای کار و درخشش گوگوش واقعاً وجود داشت. از اون بر فیلم هم فیلم خاصی بود، یک موضوع تاب و شکنانه داشت، از یک عشق نامتجانس صحبت میکرد. یه نکته مهم دیگه هم وجود داشت در این فیلم، خانم گوگوش با جمشید مشایخی بزرگ، روحشون در آرامش، و فخری خروش، ایشون هم روحش در آرامش، با این دو هم بازی شد و بسیار هم خوب بازی کرد انصافا. در واقع میشه گفت طلوع از اولین فیلم هاییست که فرصت بسیار خوبی به خانم گوگوش داد تا استعداد واقعی بازیگریش رو نشون بده. در موسیقی که بی‌نظیر بود نیاز به اثبات چیزی نداشت، اینجا قشنگ ما میبینیم یک بازیگر خوب داره بازی میکنه. اینم اضافه کنم در این فیلم خانم گوگوش ترانه خورشید رو میخونه و در واقع ترانه خورشید از اینجا متولد میشه. بیایم جلوتر. بعد از فیلم نچندان مهم جنجال عروسی 1348، خانم گوگوش پیشنهاد بازی تو فیلم پنجره رو قبول میکنه. این سالها دیگه سالهایی است که خود گوگوش دیگه داشته فیلمنامه میخونده، قبول میکرده یا رد میکرده، به قولی به استقلال نسبی رسیده بوده. کارگردان فیلم کی بود؟ فیلم پنجره، جلال مقدم. و این فیلم یک اقتباس آزاد بود از رمان تراژدی آمریکایی نوشته تئودور درایزر و البته بازسازی فیلم مکانی در آفتاب هم بود عملا. اینم اضافه کنیم که یک متن و سناریوی متفاوت داشت این فیلم نسبت به سینمای اون سالهای ایران. حالا همه اینه طرف، یه نکته بسیار مهم داره فیلم پنجره. نقش مقابل گوگوش رو در این فیلم کی بازی میکنه؟ شما بفرمایید. بله، بهروز خانه بزرگ. هر جا هست در سلامت کامل باشه ایشون. فیلم پنجره شد اولین تجربه همکاری یکی از موفق ترین زوجهای سینمای ایران زمین تا همین امروز که با هم صحبت میکنیم، زوج بهروز و گوگوش. قطعا در ادامه مفصل صحبت خواهیم کرد از این زوج دوست داشتنی و البته به یاد موندنی. بهروز بزرگی، هنرمندی که بازیگری سینما را به مقیاسی جهانی رساند. به همراهش گوگوش. برسیم به 1350 شمسی. گوگوش دیگه حالا تو خوانندگی به شهرت و محبوبیت بسیار زیادی رسیده در این سال و ترانه هایی مثل قصه دوماهی متولد شدن، مردم بسیار دوستش داشتن و در اوج محبوبیت الان گوگوش. تو همین سال یعنی 1350 سه تا فیلم داره خانم گوگوش. اولی آسمون بی ستاره است به کارگردانی حمید مجتهدی، دومی فیلم احساس داغه به کارگردانی روبیک زادوریان و
سومی هم فیلم قصاصه. این فیلم قصاص تنها فیلمی است که گوگوش کنار یکی دیگه از محبوب ترین بازیگران اون سال بازی میکنه. از کی صحبت میکنیم؟ شما بفرمایید. ناصر خان ملک مطیعی، روحشون در آرامش. تو پرانتز عرض کنم کارگردان قصاص آقای فاطمی تو این فیلم به شدت تحت تاثیر فیلم توقی علی حاتمیه. اینو جالبه دربارش صحبت کنیم. ما اگر صحنه پردازی، دکوپاژ، نور پردازی، کلا این فیلمو نازک شیم روش، متوجه تاثیر توقی علی حاتمی در فیلم قصاص میشیم. بر جهت خانم گوگوش در این فیلم ترانه های همومک مورچه داره و دختر قالیباف رو هم میخونه. ترانه های بسیار ماندگار. خب رسیدیم به 1351. در این سال یکی از بهترین فیلم ها و از نظر بسیاری بهترین بازی کارنامه سینمای گوگوش اکران میشه. از کدوم فیلم صحبت میکنیم؟ بیتا. فیلمی که خود خانم گوگوش میگه از همه فیلم ها بیشتر دوستش دارم و بسیار از کار کردن و بازی در این فیلم راضیه ایشون. این فیلم سال 51 اکران میشه، اما در واقع 2 سال پیش کلید خورده بود. چرا؟ یکی از روزهای پاییز 49 خانم گوگوش تو کاباره شوهرش یعنی محمود قربانی مشغول اجرای برنامه بوده که هجیر داریوش میاد سراغش، میگه سلام علیکم. البته ایشون هم تون سالها منتقد مشهور و کارشناس سینما بود. ایشون میخواست فیلم بسازه، میاد سلام علیک میکنه، میگه میخوام فیلم بسازم. سناریست کیه؟ همسرم خانم گلی ترقی. حالا سناریویی که گلی ترقی نوشته بود یه جورایی اولین فیلم سینمایی ایران بود که نقش اولش یه زن جوون بازی میکرد. برجت پیشنهاد میدم به خانم گوگوش، ایشون میخونه، خیلی خوشش میاد، همونجا هم اوکیو میده. اصلا اجازه بدید نقل قول خود خانم گوگوش رو در رابطه با این فیلم خدمت شما عرض کنم، البته بعد از یک فاصله موسیقایی. با دقت سناریوی بیتا رو خوندم و اشتیاقم رو برای بازی در این فیلم نشون دادم. کار این پروژه با نظم و حرفه‌ای آغاز شد و به من آموخت که یک فیلم سینمایی و عواملش باید چجوری عمل کنن. اینها نقل قول خانم گوگوش بود در رابطه با فیلم بیتا. روی این فیلم نازک شیم. یکی از لوکیشن های این فیلم آپارتمانی است در خیابان محمودیه تهران که طبقه اولش گلی ترقی و شوهرش هجیر داریوش کارگردان کار زندگی میکردن. طبقه دومم داریوش خان مهرجویی، روحشون در آرامش، ایشون زندگی میکرد. اون صحنه پذیرایی خیالی بیتا از پدر فوت شدهش و عشقش کوروش تو آپارتمان خالی، یعنی محل سکونت کوروش در فیلم، در واقع آپارتمان داریوش خان مهرجویی بود. فارغ از این مسائل، خانم گوگوش در فیلم بیتا افتخار بازی کنار بزرگانی چون عزت الله خان انتظامی، مهین شهابی و هوشنگ کاووسی عزیز رو پیدا می‌کند. گوگوش در این فیلم در نقش بیتا، دختری که عاشق یک روزنامه‌نگار کتابخون شده ولی مدام توسط او و جمع دوستانش تحقیر میشه، بازی میکنه. بازی خانم گوگوش در این فیلم در فصل‌های مختلف به شدت اندازه و درست بی‌نظیره و این یک واقعیته. بازی به اندازه دقیقاً چیزی است که کمتر بازیگری در سینمای ما از این هنر واقعاً برخورداره. واقعا بازی و بازیگری در سینما یک بازی فردی نیست و بازیگر علاوه بر هماهنگی با سایر بازیگرها باید دکوپاژ کارگردان و لنز فیلمبردارم ببینه باشون هماهنگ باشه. مثال بزنیم از بازی خانم گوگوش در همین فیلم بیتا. زمانی که به اون فصل‌های سرخوشی کودکانش نگاه می‌کنیم و بازیش کنار عزت الله انتظامی، تفاوت جدی می‌بینیم با سکانس‌هایی که مثلا روبروی سینا زیایان بازی می‌کنه و باید نگاه عاشقانه و شیدا باشه. یا فصل‌های انتهایی رو نگاه کنیم که حالا سرخورده از عشق، تو خونه شوهره، بعدم که تو خیابون سرگردونه. کاملا اینا با هم متفاوته. ریتم حرکات گوگوش در جایگاه بازیگر جای جای این فیلم مطابق با سناریو داره پیش میره و کاملا این بازیگر داره خودش رو با اندازه لنز، دکوپاژ، کارگردان آداپت میکنه با سایر بازیگرا، بازیگر روبروش و با موقعیت.
فیلم بیتا واقعا خودش سوژه یک قسمت دیگری است. اگر علاقه من بودید برای ما بنویسید در یک قسمت مجزا، البته به شرط بقا خواهیم پرداخت. اینم نگفته نذاریم که خانم گوگوش برای بازی در فیلم بیتا جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. از جشنواره فیلم سپاس. برسیم به 1353 و شروع اکران یک سگانه محبوب. اولین این سگانه ممل آمریکایی، بله. خانم گوگوش در این سال در اوج قله محبوبیت و شهرت قرار داره و زندگی خصوصیش هم البته داره دنبال میشه توسط نشریات. نشریات در اون سالها مدام از جدایی خانم گوگوش و محمود قربانی می‌نوشتن، از این ور به اتمام رابطه بهروز وثوقی و پوری بنایی می‌پرداختن. هر روز خبرها و شایعات بیشتری از ازدواج و رابطه گوگوش و بهروز وثوقی در نشریات منتشر می شد و مردم هم که طبیعتاً مردم ایران که علاقه مندن هنوز هم هستن، اصلا دنبال اینان، مشتاقانه این خبرها رو دنبال می کردن. از طرف دیگه شایعات زیادی از بدهکاری های گوگوش در ارتباط با شکست های کاری قربانی در جراید زرد منتشر می شد اون زمان، که اکثراً صادقانش اینه که دور از واقعیت بود. حالا همه اینها باعث می شد گوگوش همیشه تیتر اول نشریات باشه و این وسط مهدی مسیبی که صاحب شرکت سیرا فیلم بود تصمیم میگیره بیاد رو موج این اخبار سوار شه و یک فیلمی بسازه با شرکت بهروز و گوگوش. چه میکنه؟ میره سراغ شاپور غریب، میگه شاپور جان یه سناریو بنویس برای این دوتا. غریب مینویسه، یه نکته جالبم داره، قصه ای که اول نوشته بود آقای غریب آخر شیرین نبود اصلا، ولی کارگردان آقای مسیبی میگه شاپور جان من اینو میخوام عید اکران کنم و قربونت تش بعد ماچو بوسه باشه، عروسی چیزی. حالا چی بود داستان؟ ممل آمریکایی رو که قطعا همه دیدن، پایان فیلم مورد نظر نویسنده در واقع آقای غریب این بود که ممل آمریکایی میره آمریکا، اونجا موفق نمیشه، بدبخت دست از پا دراستر برمیگرده. اما استار آقای مسیبی تهیه کننده در نهایت جواب میده پایان میشه این چیزی که میبینیم، ماچ و بوسه و پاره کردن بلیط و حالا یه کمکش کار نداریم دیگه. خسیز زرنگ خودتو مثل دنباله به من نچستون که عرشو سیر کنی. بابا من هیچی نیستم، میفهمی؟ من هیچی نیستم، باور کن. قصه عام پسند شاپور غریب، موسیقی درخشان واروژان، ترانه بی نظیر جنتی عطایی و صدای دلنشین خانم گوگوش، همه اینها در کنار رابطه بسیار جذاب زوج موفق سینما ایران یعنی بهروز وثوقی و گوگوش، از اون سمت استفاده همه جانبه کارگردان و تهیه کننده از شایعات درباره این دو ابر ستاره باعث چی شد؟ فیلم ممل آمریکایی فروش بسیار خوبی داشت. فروش بالای این فیلم در عید 53 باعث شد گروه تصمیم بگیرن که اوه چه حالی داد، دوباره بسازیم. در واقع دوباره عید سال دیگه یه همچین چیزی رو بسازیم، حال کنیم. فیلمی بر پایه ارتباط بهروز و گوگوش. از کدوم فیلم صحبت می‌کنیم؟ شما بفرمایید. جاده چالوس و همسفر. باوی. این ماشین باش، یکی رو میفرستم بره بیارتش تهران. چش رو چشم. شاید کمتر جوون ایرانی باشه که وقتی از کمرشکن جاده چالوس میره بالا با دست اون رستوران بامزه کنار جاده رو نشون نده و نگه اه همسفر. اصلا اجازه بدید اقراق کنیم، کمتر کسی است که با دیدن جاده چالوس یاد فیلم همسفر نیفته. همسفر فیلمی بود که زمستان 53 ساخته شد، عید 54 اکران شد. فیلمی به کارگردانی مسعود اسداللهی و طبعا با بازی بهروز وثوقی و خانم گوگوش. رضا کرم رضایی، نادره، اصغر سمسارزاده و بسیار بازیگران دیگر هم در این فیلم حضور داشتند. و همه اینها باز یه طرف، در این فیلم هم مثلث جذاب ترانه ایران جنتی عطایی، واروژان و خانم گوگوش باز هم بی‌نظیر عمل کردند و باز هم هدیه‌ای به موسیقی و سینمای ایران زمین عطا کردند. از کدوم موسیقی صحبت می‌کنیم؟ و شعر البته و آهنگ شما بگید. بیداری؟ مثل اینکه آره. میخوای بخوابی؟
اما گیرایی و جرقه جاذبه بین یک مرد و زن چه روی پرده سینما و چه خارج از اون قطعا فرمول نداره. دو تا چهار تا نیست، یا به وجود میاد یا نه. بهروز و گوگوش یکی از معدود زوجهای سینمای ایران بودن که اینو داشتن، این زیبایی و گیرایی و جلقه رو داشتن ناخودآگاه. دیالوگهای این فیلم، فیلم همسفر، همون سالها و تا به امروز که با هم صحبت میکنیم ورد زبون مردم شده، مخصوصا جوانها. اون رستوران محقر تو فیلم همسفر بعدها با موفقیت چشمگیر این فیلم تبدیل شد به رستوران همسفر. تا امروز هم که با هم صحبت میکنیم رستوران هست. رستوران همسفر تا همین الان محلی است برای خاطره بازی چندین نسل از مردم ایران. یه نکته جالب و ترسناک هم بگیم در رابطه با این فیلم، اون صحنه‌ای که روی موتورن، بهروز و گوگوش روی موتورن، جاده چالوس، زمان فیلم برداری نزدیک بود یه اتفاق بعدی بیفته. گفتن 3-2-1 یه اتوبوس داشته میومده، ای گفتن آقا نه یا نه یا اینا نفهمیدن داشتن شاخ به شاخ میشده که خدا رو شکر به خیر گذاشته و چیز میشد. اصلا نمیشد اگه همچه اتفاقی میافتاد. یهو میشد موزیک ویدیو منصور قرارمون یادت نره، میرفت اون تونل. بله، شب غریبان. این بود فیلم بعدی گوگوش که 1354 اکران شد. فیلم به کارگردانی فرزان دلجو و البته شبیه به سایر آثار این آدم، یعنی با موضوع مشکلات جوانای فقیر شهری و البته اختلافات طبقاتی در اون سالها. در این فیلم خانم گوگوش کنار فرزان دلجو، شهرام شپره و آرمان و جلال قرار گرفت. یه صحنه‌ای داره این فیلم که درد سرساز شد. جالب اینو بگیم، اون صحنه‌ای که گوگوش بعد بپره توی اون جوب آب کثیف و این کارام انجام میده باعث میشه که عفونت جدی بگیره خانم گوگوش و تا مدت‌ها درگیر این بیماری باشه. البته مدت زیاد نبوده اما گرفتاری گویا زیاد بوده. سالم باشی خانم گوگوش. و فیلم ماه عسل، سومین و آخرین فیلم از سگانه زوج دوست داشتنی گوگوش و بهروز وثوقی. این فیلم با کارگردانی فریدون گله ساخته شد. ماه عسل تابستون 1354 در تهران و در نوشهر فیلم برداری میشه. در نوشهر هم جالبه اینو بگم، تو ویلای خود بهروز وثوقی فیلم برداری شد. فیلم در نهایت عید 55 اکران میشه. ماه عسل تو تیزرها و تبلیغات روزنامه این فیلم هم اومدن از رابطه بهروز و گوگوش باز استفاده تبلیغاتی کردن، ولی در نهایت اینو باید اضافه کنیم که در مقایسه با دو فیلم قبلی، یعنی ممل آمریکایی و همسفر، فروش کمتری داشت فیلم ماه عسل. حالا اینها به کنار، این فیلم هم یک ترانه درخشان و ماندگار هدیه داد به سینما و موسیقی ایران زمین. از کدوم ترانه صحبت میکنیم؟ پل. و باز هم مثلث جنتی عطایی، وارو جان و خانم گوگوش. تو اصلا ذاتت حمالی، تو اصلا ذاتت قویه. همونطور که گفتیم فیلم ماه عسل آخرین فیلم مشترک بهروز وثوقی و گوگوش بود. اونها 1355 از هم جدا شدند و طبعا دیگه امکان ساخت فیلم مشترک با شرکت این دو نفر وجود نداشت برای تهیه کنندگان سینما. حالا تو همین سال 55 گوگوش یه فیلمی بازی میکنه که شاید کمتر کسی دیده باشه، اما این فیلم به شدت فیلم خوبیه، بی نظیره. از اون مهم گوگوش یکی از مهمترین و بهترین بازیاشو ارائه کرد در این فیلم. از کدوم فیلم صحبت میکنیم؟ نازنین، به کارگردانی علیرضا داوود نژاد. خانم گوگوش در این فیلم با چنگیز وثوقی هم بازی شده و البته داوود نژاد هم که در شروع در واقع راه سینماییش بود یه قصه تلخ اومد دستمایه فیلم کرد، نتیجه بی‌نظیر شد. اینم جالبه که خانم گوگوش زمانی که میخونه فیلمنامه رو خیلی اوکی نبوده، نمیخواسته بازیش کنه. انقدر علی عباسی تهیه کننده کار اصرار میکنه گوگوش قبول میکنه در نهایت. اینم اضافه کنم که این فیلم اول اسمش حامله بود، به پیشنهاد گوگوش نازنین اسمش شد نازنین. پیش از ادامه اجازه بدید به بهانه اومدن اسم علیرضا داوود نژاد، کارگردان فیلم نازنین، یادی کنیم از رضا داوود نژاد نازنین. یک انسان بی‌نقص، دوست داشتنی، مهربان و به یاد موندنی. روحش هر جا هست در آرامش. و رضا
دلتنگتی. روی این فیلم نازنین نازوکشیم. بازی در این فیلم اصلاً کار راحتی نبوده. این فیلم پر از پلان‌های خارجی تو لوکیشن‌های سخت، مثلا بندر انزلی بعد تهران. اجازه بدید این نکته رو بگم، ستاره‌ای مثل گوگوش زمانی که این فیلمو قبول می‌کنه اینو نشون میده که سینما برا مهمه، بازیگری مهمه. به راحتی میتونست قبول نکنه. چرا؟ سال 55 انقدر محبوب و معروف شده بود گوگوش که اگر نمی‌خواست بازی بکنه مهم نبود، کلی پیشنهاد دیگه داشت. به راحتی میتونست بازی در یک فیلمی که به لحاظ فیزیکی و روحی روانی سخته رو رد کنه، اما این کار رو نمیکنه. بازی میکنه و چه بازی میکنه. اگر این فیلمو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید، لذت ببرید واقعا. اگر هم دیدید پیشنهاد میکنم یک بار دیگه با این نگاه که یک ابر ستاره مشهور در یک فیلم ارزون قیمت و سخت بازی کرده، دوباره این فیلم رو ببینید. سناریوی فیلم نازنین رو هم علیرضا داوود نژاد و رضا عطایی با هم نوشتن. یه سوال اجازه بدید مطرح کنیم. اسم رضا عطایی اومد. اولین دوستی که برای ما بنویسه که ما در کدوم قسمت از سینما مورخ از مرحوم رضا عطایی صحبت کردیم و چه گفتیم، او چه بود و چه کرد، به رسم یادگار از طرف تیم مورخ هدیه تقدیم او خواهیم کرد. پس برای ما بنویسید. یک فاصله موسیقایی و ادامه عرایض بنده. علیرضا داوود نژاد میگفت اون سالها همه خانم ها میخواستن شبیه خانم گوگوش باشن. خوشگل بود. ما تو این فیلم میگه سعی کردیم گوگوش شبیه دخترای فقیر شه، هیچ شباهتی به گوگوش نداشته باشه. نتیجه به پیشنهاد عبدالله اسکندری استاد گریم ایران زمین، برای گوگوش میان ککمک و دندون مصنوعی میذارن تو این فیلم نازنین که چی بشه، تا میتونن از چهره زیبای گوگوش دور بشن. از اون ور قبول این گیریم هم برای هر بازیگری آسون نیست و واقعا خانم گوگوش با درک منطق فیلم نشون داد که برای سینما و هنر بسیار مهمه. آقای داوود نژاد بعدن یه مصاحبه ای داره، میگه یه صحنه ای داشت این فیلم، خانم گوگوش باید میرفت تو مراسم سینه زنی تو بهارستان. به هر حال محیط مذهبی بود و آدمهای مذهبی، کلی تهدید شد که اگه بیای میزنیمت. خانم گوگوش اومد پیش من گفت آقا من برم نرم چجوریه؟ من گفتم برو، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ایشون رفت، نه مشکلی پیش اومد نه درگیری پیش اومد، ازش استقبالم شد، حتی بعد تو مراسمم شرکت کرد، نشست گریم کرد. عجیبه خانم گوگوش. بیایم جلوتر و تابستان 1356، بهمن فرمان‌آرا پیشنهاد میده یه فیلمی ساخته شه با شرکت خانم گوگوش و داریوش، فیلمی به نام همیشه شب، فیلمی که باز هم قرار بود بر اساس موج شایعات جدید ساخته شه، این بار شایعاتی درباره ارتباط بین داریوش و گوگوش. گرچه این فیلم هیچ وقت ساخته نشد، اما فرمان‌آرا یه تصمیم دیگه گرفت. تصمیم گرفت بیاد یه فیلمی بسازه با شرکت گوگوش و شهرت و خود گوگوش رو دست مایه این فیلم قرار بده، در واقع شهرت یک ستاره رو. چه اتفاقی میفته؟ سناریوی اولیه رو ژیلا سازگار نوشت و قرار بود حسین رجاییان بیاد کارگردانی کنه. آقای رجاییان میخواست کتایون بیاد نقش اصلی رو بازی کنه که خب فرمانده‌ها گفت بی خود، من اصلا روز اول گفتم گوگوش، ایشون میره کنار. در ادامه هجیر داریوش میاد کارگردانی کنه که بیماری ایشون شدت میگیره، ایشون هم مجبور میشه بره استراحت کنه. در نهایت قرعه به نام کی میفته؟ پرویز خان صیاد بیاد کارگردانی کنه. اون نه تنها میاد کارگردانی میکنه که نویسندگی هم میکنه، در واقع کارش رو با بازنویسی سناریو آغاز میکنه. آقای پرویز صیاد دقیقاً خود گوگوش، ستاره محبوب اون روزها رو میذاره محور داستانش و سناریو رو تکمیل میکنه. از کدوم فیلم صحبت میکنیم؟ فیلمی که بنا بود به پیشنهاد فرمان‌آرا به نام همیشه شب ساخته شه، حالا با بازنویسی و کارگردانی پرویز صیاد با نام در امتداد شب
ساخته شد. یالا بخند ببینم. یالا بخند. یالا بخند بخند. خنده 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 خنده. در امتداد شب سال 56 ساخته شد. فیلمی که یکی دیگه از قله‌های هنر بازیگری گوگوش واقعاً و البته فیلمی است خاص و متفاوت واقعاً. خانم گوگوش در این فیلم کنار سعید کنگرانی بازی میکنه. در امتداد شب یک تفاوت بسیار مهم داره با باقی کارهای گوگوش. خانم گوگوش تو اکثر فیلمایی که بازی کرده کنار یک مرد دیگه و تحت سلطه او بازی کرده، یعنی دقیقاً مطابق جامعه پدر سالار یا مادر سالار اون سالهای ایران. نقشها و فیلمهای گوگوش همیشه زیر سایه این تفکر بوده، اما توی این فیلم در امتداد شب خود پروانه با بازی خانم گوگوشه که رو باقی کاراکترها تسلط داره و قصه رو پیش میبره. در واقع این فیلم هم از این لحاظ و هم از لحاظ قصه بسیار تاب و شکنان است. پرویز صیاد بی‌نظیر عمل کرد، یک فیلم آوانگارد در تاریخ سینما ایران ساخت. اون زمان اومد رابطه بین یک ستاره سینما با یک پسر جوانتر از خودش رو ساخت که اصلاً چیزی نبود که تو سینما ایران دیده بشه، تو جامعه پذیرفته شه. آقای پرویز صیاد با کمک شجاعت گوگوش تونست این کار رو انجام بده و شد یک کار بی‌نظیر. دم هر دوشون گرم، تن هر دوشون سالم. فیلم در امتداد شب متاسفانه شد آخرین فیلم سینمایی ستاره هنر تاریخ ایران زمین، گوگوش بزرگ. البته باید بگیم تا این لحظه شایعاتی اواخر سالهای دهه 70 شمسی تو روزنامه‌ها منتشر شد که به زودی فیلمی با شرکت گوگوش و کارگردانی همسر اون زمانش یعنی مسعود کیمیایی خارج از ایران ساخته خواهد شد، اما این اتفاق هم هیچ وقت نیفتاد. ولی به هر حال از آینده هیچ کس خبر نداره. شاید یک بار دیگه سینمای ایران این شانس رو پیدا کنه که باز هم شاهد حضور بیتای خودش گوگوش نازنین باشه. خانم گوگوش یک آرتیست درجه یک واقعا. او وارد هر هنری شد، درخشید و قدر دید و تکریم شد. از آواز تا سینما، رقص تا اجرا، گوگوش همیشه همواره دختر مردم ایران بوده و مردم بالندگی لحظه به لحظه او رو از کودکی تا همین لحظه که با هم صحبت میکنیم دیدند، تکریم کردند و او رو دوست داشتند و دارند و تو بشنو خواهند داشت. خانم گوگوش با وجود زندگی سخت در کودکی گویا اساساً برای ستاره شدن متولد شده بود، برای محبوب بودن، هنرمند بودن، آرتیست بودن. خود خانم گوگوش یک جایی درباره اسمش میگه گوگوش یک اسم مردونه ارمنی است، اما پدر من برای اسم هنریم گوگوش رو انتخاب کرد. پس میتونیم به جرأت بگیم بانوی به نام گوگوش در تاریخ ایران زمین هیچگاه نبوده و نخواهد بود، نه به نام گوگوش و نه در حد و اندازه گوگوش. تولدت مبارک شاه ماهی هنر ایران زمین. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا سه‌شنبه آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و میبینمتون.